ولی اینو بدون هر کاری یه حریمی داره. هرکی بود که رد درود وا میکردن مالم هر دومو میبردن. تخصصه، ظریفه، استاکار میخواد، کار دولاب بازگان نیستش که ها؟ لحظه از هنره، شنیدن یه نوت وسط یه ارکست، یه حرف وسط هزار کلمه، یه نقطه رنگی وسط یه تابلو. زیباست، موجود زنده است، اسمش گاو، صدای قلبش آهو، مثل ماهی هست که به سر قلاب نوک نوک میزنه. به موقع باز بکشش. خیلی ممنون از اطلاعاتت. اگه میشه بریم سر کارم. صبر کن، گاف صندوقه، دولاب نیستش که ها؟ منم نگفتم دولاب است، گاف صندوق. آقا اگه میتونی بازش کنی بلنشو واکن، یکم نمیتونی که هیچ. نیستم آقا، نیستم. چرا ناراحت میشه آقا؟ منظورم نیست که من عجله دارم، بریم کارمون رو انجام بدیم. پرید چی؟ حس، تمرکز، نوت پرید. خب باشه، اون راهش من بلدم، برمیگرد. بیا خدا بگرد بکرد. امین. پریده بده بده این هم بده یه دو دوش بده بفهم بریم وسالتون رو بیارم برادون. استاب این دستجوری ها؟ بله. من برم یکم تمرکز کنم و بیام اینجا؟ اینجا. میگم چی شده؟ سر رو میندازی پایین داری میری؟ هیچی که میگم اتفاقی نیفتاده. کار یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ من شب میام دونه دونه موبه اون برای تعریف کنم. پاکو برگردی من از ترس سکته میکنم. میگم ترس چی؟ استرس چی؟ برای بچه و بده آقا ویلم بکن، یه سو اتفاقه تمام میشون. این چیه دستت؟ مدارک ماشین قلمکار ویل کن مریم. قلمکار؟ ماما چی شده ماما؟ هیچی میخواستم های ور زیر زبون بابات بکشم، هیچی نیست. من که میگم توی خونه همه چی مشکوکه. گلناز ماما بریم آخو. آقا عجله داری تا کوی من یه چای برات بده سمپا خورم. من عجله دارم، نمیخواد آقا. اینو بگیر، نمیخوام آقا، چای نمیخوام. اینو بگیر شما. خب پس سوار شو. سوار شو آقا، گرفتارم من. برو من گرفتارم. برو چقدر عجله داشت. مطمئن بودم با ماشین بر نمیگرده. وای یعنی بدبخ شدی مینا. نخی اصلا به ما ربطی نداره، خودش باید جوابگو باشه. آه بله خود باید جوابگو باشه. خب برای یه ذره گاز بده. نه دیگه اینطوری نمیشه. ببین دکتر رادیو میگه ها حواست باید جمع بکنی، یعنی حساب کتاب کار خودت دست خودت باشه عزیز من. باز دکتر رادیو میگه ها شهر کوچیکه، اگه حواست جمع نباشه اون موقع جور جور در نمیاد، جور جور نمیشه عزیز من، باید جور جور در بیاد. یعنی حیف جانم در منظر جورشناسی شما تو مکتب شما نشنه و چیزی یاد بگیرم، واقعا حیفه. ولی شما باید میرفتی همون جای دکتر رادیو میشستی ها. ولی الان راننده ای، کارتو بکن منو برسون تو وظیفت که منو برسونی. گاز که بگیر. باشه عزیزم، ناراحت نشو، ناراحت نشو، تو جور جور در بیاد. قربونت برم. حتی تکون نخور، تکون نخور.
بعضی وقتا تو این گاف صندوق یه چیزایی هست که ارزشش بیشتر از جون آدمی زاد نباشه کمتر نیست. فرموده کم کسی نیستا. استاد مرحوم بهروز خان شب، معروف به بهروز پنج طلا. به احترام استاد، چند لحظه سکوت. خب حالا بر طبق قسم نامه استاد بنده مسئولم که مطمئن بشم محتویات این گاف صندوق در نهایت امانت، صاحب صندوق در نهایت رضایت، به دور از هر انگیزه سرقت، جانی نرود به هلاکت، مالی به راه حرام، مصلحت ملک مستدام، امنیت ملی پر دوام، سعادت این دنیا و رستگاری آخرت و سلام برای آرامش روح. آقا بس کن این در دکونا را. خب من باید مسئولم که مطمئن بشم. چند بار باید مطمئن بشی؟ یه بار پشت تلفن بهت گفتم، یه بار تو حیات بهت گفتم، یه بار تو پذیرایی بهت گفتم، یه بار تو این اتاق بهت گفتم. آقا جون اینجا با خونمونست، این اتاقم اتاقی آقا جونی منه. آقا جونم مریضه، بیماری فراموشی گرفته، منم باید این گاف صندوقو بازش کنم. اگه میتونی بازش کن، دو برابرم پول گرفته، یا پولمو بده یا اینو باز کن یا وقتی برو. خب بنده مسئولم که، یعنی میدونید میخوام مشغول ذمه صاحب صندوق نشم و الا بفرما. پس همه اینا علیکی بود داره؟ بله خودم هستم، بفهم. ماشینم؟ مزاحم شما شدم. اخیرتون تو کجا هست؟ من خیلی آدم خوششانسیم با شما آشنا شدم. از این بعد داداش کاری داشتی، مجلس عزا، عروسی، هر چی که باشه نوکرتم، میام تمام قفل و کلیداتون رو باز کنم. بی زحمت از سمت راست برید. خب داداش اگه مسیرتون نیست میخواییم یه جا منو پیاده کنیم، من رفت زحمت میکنم دیگه. ببخشید اجازه هست؟ بفرمایید. معذرت میخوام، گفتم برای یه گزارش سرقت بس که باید مزاحم جناب علی بشم. بله همینجا. البته سرقت که نه، ما یه رفیق داریم به نام آقای صفایی، بنده خدا یه ماشین کرایه داده بوده، حالا از بدشانسی و بد حادثه برای همین ماشین رو اعلام سرقت کردن. البته خب ما هم میدونیم شما سرتون شلوغ، مراجع کننده زیاد دارین، اینا بخیر اشتباه هم میکنید. گفتم حالا که مدار که ماشین موجوده، بیام این بنده خدا رو آزادش بکنیم. ای چهاردی بری ها؟ مثل که من اشتباه اومدم به این مدارک، اول مثل که اومد باید تحویل میدادم. ببخش اتفاقا درست بود. من دیگه مزاهم تو نمیشم. ها؟ ها؟ کجا؟ کجا؟ اتفاق کار ما اینجا رسیدگی به احوالات اشخاصی مثل شما. بفرمایید، بفرمایید. شما هم سرتون شلوغه، من دیگه برم. کجا؟ کجا؟ تشریف داشته باشین. این دفعه اتفاقا به موقع اومدین آقای. من خسرو فراخجایی هستم. بله آقای فراخجایی، باید دیگه اسمتون رو من مثل شعر از بر بکنم، حفظ بکنم. ها نه جناب سلمان، برای چی از بر بکنیم؟ من که دیگه کاری ندارم، من کارم تموم شده. پس به شما مربوط میشه. مربوط به من؟ نه آقا اصلا کاری به من نداره، من فقط مدارکش رو آوردم. اتفاقا در گزارش سرقت اومده که مدارک داخل ماشین بوده آقای فراخجایی. فراخجایی آقا، فراخجایی. خیلی خوب، بشین. من دیگه من با اجازتون برم. بنیش گفتم. چی؟ بشین. برم. بنیش آقا.
من میخوام بیادشم. وایسید خوب آقا، من نمیخوام بیام. کجا داری میری؟ مسیر تو کجاست؟ ای بابا داداش کلانتری واسه چی؟ نوکرتم. ببین لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست. خواهش میکنم ول کن، بذار من برم. بیا داداش، هرچی من برداشته بودم و میدم خدمت نوکرتم. داداش ببین من اینا رو برداشته بودم. بیا بیا این پول، این پولا رو برداشت. اینا چی چیه؟ بیا عزیزم این خدمتت باشه. اینا کجا بود؟ داشتم و نداشتم خدمتت دادم. قربونت برم، نوکرتم. من زن و بچه دارم. به روح بهروز خان بزرگ من نوکرتم. اجازه بده برم. چی کار دارم؟ دستم چپ رفت، دستم اشتباه کرد. خواهش کنم اجازه بده دستتو ببوسم. آقا بیا این کارا چیه میکنی؟ اینا بیا اینجا، اینا مالیم. بیا اینجا بابا، اینا مالی ما نیست که. سرقت؟ چوبیه؟ عرض کردم سرقت میفهم؟ بله سرقت. من میخوام اینو بدونم ماشین ایشون پیش شما چیکار میکرد؟ ماشین ایشون؟ آقا ماشین پیش من امانت بوده. شما ماشین رو به ایشون امانت داده بودی؟ نه خیر. آقا جان دیرم که این ماشینش رو به شما امانت دادی. آخه امانت آدم ور میداره برای ماشین عروس کرایه میده. نه نه درسته. ماشین عروس؟ اجازه بفرمایید من یه توضیح بدم خدمت شما. نگاه کنید آقا، این آقای صفایی رفیق بنده یکی از خیرین بزرگ این شهره. این ماشین هم داده بود برای یه کار خیر به یه پسر دختر میخواستن ازدواج کنن. فقیر بودن میکنن ماشین عروس. حتی به منم نگفته بود که یه وقت خدایی نکرده دیگه نشه. خیانت در امانت جرمش جدا، اون بذار بماند. من میخوام اینه بدونم این ماشین ایشون به شما داده؟ ایشون برای چی؟ من ماشین از خود شخص قلمکار بزرگ گرفته بودم، همون آقایی که تو خونه باجن آقام دیدیش. پس شما کارت ماشین مطالعه نکردی. صاحب ماشین آقای مجید قلمکاره، نه هوشنگ قلمکار. و در ضمن آقای مجید قلمکار میفرمایند که این ماشین من به هیچ کس به امانت ندادم. در ضمن گزارشی که از سرقت به من رسیده معلوم شده که این ماشین در پارکینگ بیمارستان به سرقت رفته. آقا سرقت چه؟ فرمایش ها میفهمی این ماشین ما امانت یادیم. برای اینکه موضوع روشن بشه شما اجازه بدید من موبایلمونم در گرفتم یه زنگی بزنم به خدای قلمکار بهتون توضیح بده. اجازه به هر حال این ماشین به سرقت رفته. واسه اوضاع تو هم مشخصه، همه تو رو میشناسن. موارد بیمارستان هم بماند من دلم به تو. آقا فرمایش میفرمایید اون مورد بیمارستان که مسئله کوچیک بود حل شد رفت. موارد نه مورد. آخه چه مواردی آقا؟ یه انگاهی به ما چسبوندن بعدم فهمیدن تو تفاهم عذرخواهی هم کردن. بدین من یه زنگی بزنم همین باجره آقام بیاد اون موضوع هم حلش بکنم اگه اجازه. بیا این تلفن. مینا خانم زباله زباله است دیگه. نه خیلی فرق میکنه، اون زباله هایی که بازیافت میشن به دو بخش ارگانیک و غیر ارگانیک تقسیم میشوند. خب اونا رو خودشون جدا میکنن، به ما چه ارتباطی داره؟ میدونی چند سال طول میکشه تا پلاستیک جذب طبیعت بشه؟ خب جذب طبیعت نشه، اونم به ما ربطی نداره. نه میلیون ها سال طول میکشه. واقعا میلیون ها سال طول میکشه، میلیون ها سال طول میکشه تا این اتفاق بیفتد. به هر حال ما با این کار از طبیعت محافظت میکنیم. یعنی با همین دو تا زباله طبیعت از بین میرود؟ همین چند تا آشغال ها بر روی هم جمع میشوند و دریای از آشغال ها خواهد شد. من راجع به مسائل اقتصادی چیزی نمیدونم. گشت نمیشی من خوندم. خواست ببینم. آه بگی. ولی میدانی که در قبال از شهرداری چه میدهد؟ نه چه میدهد؟ پلاستیک زباله میده. تازه اگه خیلی آشغال بشه صابون و شامپو هم میده. آفرین پسرم. آفرین. ولی ما نباید به خاطر چیزی که شهرداری میده این کارو کنیم. بلکه باید بله به خاطر حفظ طبیعت. فهمیدی مامان چی گفت؟ آقا پرهام با شما. دادا رضا. بله. میگه اما من که تو تموم مدت عمرم همچی تارتی به این قشنگی و کمدی حتی از زنده یاد ارهام هم ندیده بودم. ما که تاعت بازی نمی کردیم. پس من می روم. می روم. برو. آی ماما تلفن. آی ماما تلفن. آی ماما. چی میگی؟ چرا قد کلی بازی در میاری؟ دارم آتوشونه میکنم دیگه. تلفن. چی؟
تلفن تازه سه بارم زنگ زده. خب چرا زودتر نمیگی؟ من که دارم میگم تو گوش نمیدی. آقا تو باز داشت تمومش کن. سر از اینم باز کن. چه 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 یه بار دیگه بگیرم اجازه بدید. خاتمه بده آقا، گفتم باز داشتی تمومش کن. هم با تلفن اداره زنگ زدی، هم با گوشی خودت، همین کار بود که از دستم بر اومد. خاتمه آقا برو از دست. نگاه بگیر 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 در دست نیست. یه خارجه این من بود. خاتم بار آقا باز داشتی. تو دیگه دیگه میاد تو دست رو. لازم نیست. قول معروف اگر ست سال بر کش کم زنی چوب همین دوغی همین دوغی همین دوغ بس تو بگو شل شل کفل کنه آقا باقره نه آقا دارم چهار قفله بکنه همین دو متوجه نشم ولی یه فرجه به من میدید شماره کیه؟ شاید خاتون باشه خاتون رفته مشهد این شماره اصفهانه داری به همون شماره زنگ میزنی؟ نه خیلی به بابا جونتون زنگ میزنم که معلوم نیست کجا زودتر از اونی که فکرشو میکردم اتفاق افتاد جناب سروان آقا جونی من با همریشی ایشون رفتن به این آقا کاری نداره دا به هر حال ماشین سرقت شده شما در حالی پیدا شده که تو دست اینها بوده حالا نوبت پدر شما و باجناق ایشون هم میرسه یعنی آقا جونی من هست حوصله کن جوان برو اون فیلم سرقت ماشین از بیمارستان بگیر بیار بعدا معلوم میشه جناب سروان شکایتی من به خاطر گم شدن آقا جونم از بیمارستان بوده است نه به خاطر ماشینه پسر جان بالاخره این ماشین سرقت شده یا نشده یه وقت خودی آقا جونم ماشین داده به اینا تو به من بگو این ماشین مال توی یا مال آقا جونت من همه چیزم متعلق به آقا جونم آقا چرا اذیت میکنی این سند ماشین مال تو هست یا نیست بله تموم شد پس تو صاحب ماشینی نگران اینام نباش ماجرای این شما دانه چیه؟ اینا دزدیده شده دزدیده شده؟ یعنی میشه؟ نشد نداره آج چجوری آخ من میشه توی مدت کم بایا داداش من یه آدمی هم که حسابگرم دارم اگه حرفی هم میزنم آقا ببخشید جام حرف میزنیم میشم با شما میخوابی میخوای بخوابی برو اون بر بخواب ببینم کن من یه حسابی روی حسابی حرف میزنم من تو کار منیج هماهنگی گروه آماده سازی تبلیغات بکراند تبلیغات فورگراند تبلیغات و همه تابلوهایی که تو تبلیغات استفاده میکنن من اونا رو داداش ما داریم حرف میزنیم گوشم کلت این وسطه گوشم دقت میکنم آره ببین من رفیق تاجر دارم اصلا اسم خسرو فرخشایی به گوشت خورده تاجر بزرگه چهار تا کشتی داره باباره تو پولتو میدی این میذاره تو تجارت آفرین آره همین که باور میکنی کار ما گرفت خب کشتی میخره بعد اطمینان شما جلب رضایت ماست یه دقیقه بیل کن بابا تو چرا یه جوری میکنی میگم هر چیز این خود گوشی بر نداشتن شاید اصلا خونه نبودن الان یه بار دیگه بگیرم برمیکنم جان من نگاه کن زن بچه‌ام نگرانم میشن بابا مگه قاتل گرفتی دیگه یه بار دیگه بگیرم دیگه گوشی رو بده من خواهش کردم میگم جون جون تو خودت زن بچه داری ها نامزد چی نامزد کی داری جون نامزد تو زیر زنگ بزن که جون گلپری که برای چی داری گلپری خانم خواهش کردم نگاه کن نمیذارم باز کن جون گلپری بزن یه زنگ بزن جون گلپری خانم گفتم بزن یه زنگ بزن خواهش کردم چه بزن چی شد نفس بکش نفس بکش که مولده تا جان که من مولده خانم نمیخوام نفس بکش اشتباه کرد بهتری ببخشید والا میدی یه زنگی بزنم که موبایل آکه آره که دو تا بوق اگه نه ها تو شفت کن که باش داداش جان برو تکیه بده با کله به دیوار دیگه اینجا واسه چی داره هر تجارت میزنه بعد واقعا ببین من همین الان منتظر این آقا منتظر همین آقای تاجرم آره آره من میبرم نه حالا بذار من برم بیرون تو این پوله رو داری دیگه آره با من دارم الان که نه میدونم بیرون داری دیگه آره من اون پوله رو تو سرمایه گذاری کن هر چی آقا تو 1,000,000 هم داری بیا سرمایه گذاری ضمانت چک آقای خسرو فرخشاهی رو میدم به چک
سلام علیکم. سلام جان. بیا اومد دنبالم. اینا یاره همینجوری از علیاس دیگه مخلص شماره نمیدی؟ من میرم کارات ردیف میکنم. باش خداحافظ. مخلص خداحافظ. همگی از مصاحبت با شما لذت بردم مخلص. بریم. کجا میریم؟ من خودم هم انداختم اینجا. مگه مداری که ماشین رو نهیه وردی؟ مداره که ماشینم سرقتی اعلام شده. ساکر بدبخت شدیم. چی میگی بابا؟ مدارکش سرقتی بوده گرفتار شدیم دوتامون. یعنی الان دوتامون این تو مونده. با چی کار کنیم؟ چی باید پیر مردی بیاد رضایت بده؟ جدی میگی؟ بدبخت شدیم رفت پیر مردی باید رضایت بده. یعنی تو هم مثل من اینجور گرفتار شدی؟ ساکر خیلی خب بابا، مگه نمیری ما گرفتاریم؟ چی میگی تو؟ پیرم خلاص کنیم. 2.70 داره قدو؟ آخ ببخشید بذارت میخوام، من مقصر منم، شما ببخشید. منظوری نداریم داش، دو نفر آدم هم ناراحت هن، یه وقت دهنشون عجیل هنشون در میاد. نکنید نداره، بیا برو پشت من، برو من. آقا خیلی نوکرتم، آقای جرثقیل، من کوچیکتم. چرا زنگ نمیزنی ماما؟ مهمونشون مریضه. مزاحم شدم، خسرو رفته نیومده، نگرانشم، میخواستم شما خبری ازش ندارین. ببخشید مریم جون، این آقا خسرو شما همیشه ببخشید، حتما رفته دنبال ماشین. اومد مدارک ماشین رو با عجله برد. نکنه برای ماشین اتفاقی افتاده؟ من نگران خسروم. تو جوش ماشین رو میزنی؟ شما میدونی قیمت این ماشین چنده؟ جهنم. بله، ولی اگه تصادف کرده باشه 10 سال حقوق ما و شما رو بعد بذارن رو هم تا شاید بتونیم پول ماشین رو بدیم. مینا، مینا گفتی تصادف، ببخشید سلام نکردم. تو گفتی تصادف؟ عقب جلو رو مالیده؟ نکنه زیر ماشین رفته باشه، نکنه چپ کرده باشه، زیر تلری رفته باشه، آکاردیونی شده باشه. وای خودش هم شده باشه چیکولات. حالا اگه یه اتفاق ناگوار برای خودش افتاده باشه چنده مهمی؟ یه ماشین آقا دیگه. ولی من میدونم خودش سالمه، ماشین مچاله شده. من اینا رو میدونم. مراعات حال خواهرام نمیکن. جلی بچه ساکت باش. حسن ببخشید، تقصیر منه که اومدم مزاحم شما شدم. ببخشید، خدافظ. نه حالا شما نشون به برق. خیلی ممنون. اگه یه اتفاقی برای مریم بیفته من میدونم با تو. خب اگه آموزهای شهروندی رو بهش توجه میکرد، به قوانینم احترام میذاشت، چه اتفاق نمیافتاد. حالا اگه این اتفاق هم افتاده باشه خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود. یا با جناب دیگه یکی به من گیر داد با یک کله مسئله حل بده. به تو نبودی؟ ببین کارادا چیه؟ چیکار کردم؟ تو نباید به من میگفتی یارو اعلام کرده ماشین دزدیه؟ کجا میدونستم خب؟ تو نباید میفهمیدی ماشین مال پسر است یا نه؟ خب چطور بدونم؟ سندشو نگاه میکردی؟ اصلا ماشین من داده بودم امانت، گوشه پارکینگ افتاده بود. کی میفهمید اگه نمیدیدش کرایه؟ آقا جان، گوشه پارکینگ من محل کسب و کار من پلیس ریخته. بده ببینم، بده بندازم بالا. چی؟ این چیه؟ پلی استیشنه، بده بندازم بالا دیگه، حالم بده. صفا نکنه، انتظار داشتی واقعا؟ استاد میگه ببند دیگه. چشم، من دارم میمیرم. برم تو آشپزخونه ای تو اون کوفتی رو بردارم بیارم اینجا تو لونه زمین؟ خب بابا من حالم بده، 4 ستون بدنم داره میلرزه. چقدر چاقت بیار، صبح رفتیم. اگه نشد نرفتیم چی؟ من دستم به سرم نمیرسه. چشم ببند دیگه بابا لحنو. چشم چشه؟ چه میدونم؟ تو این نگفتی تفریحی میزنی؟ آره دیگه تفریحی، حالم بده، دارم میمیرم، 40 ستون بدنم میلرزه. نگران نباد جگول، دارمه، دوار پیش منه. نوکرتم، آقای جرثقیل. صفایی، به یه اعتماد. نوکرتم. استاد خیلی آدمه، باحالیه. خیلی خب، حالا که چیزی نشده. شما نمیخواد نگران باشی. دوباره بهش زنگ بزن. چند بار بهش زنگ زدم، گوشیش رو بر نداشت، بعدش هم خاموش شد. یکی به ما 3 بار زنگ زده. بابا رفت شما خسرو باشه، خب همین شماره زنگ بزن. یه شماره ناشناس به من چند بار زنگ زده. اما میدونی اون شماره چنده که شما زنگ زده؟ 4 6 2 5
خب این همونه. سه یکش واسه زنگ بزن ببینم کیه. این چی؟ خوب کن. داره بوق میخوره. خیلی خوب. الو سلام. وقتتون بخیر. شما خوب هستین؟ ببخشید از این شماره چند بار با من تماس گرفته شده بود. بله یوسف میرایی دستبانی. خب. دسته نه دستبانی. بله. پاسکا؟ 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 الو؟ آره پاسکا؟ مریم نه مریم جون مریم برو برو مامانه دا بیارم بودو بودو برو 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 مریم بابا باش می آهنگ خالی بزنم آهنگ خالی دن 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 بعدش دین 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 چرا این چقره نه؟ نکن آقا خوشو نکن آماده نداری نه؟ ای مریم تو پایین چی کار میکنی؟ هنوز آماده نشدی بیا دیگه هنوز که ساعت 7 نشده اینا گفتن 8 به بعد بیای مثلا امروز جمعه است من نمیدونم هستن یا نه نیستن خسرو تو بازداشتگاه چی داری میگی خیلی خوب تو نگران نباش انقدرم راه نرو برای بچت خوب نیست با قلمکار صحبت کردی دیشب یوسف باش حرف زده الان که پیرمرد تو اتاق من نمیدونم خوابه یا بیداره بیا دیگه خیلی خوب تو هرس نخور من الان اینا راهی میکنم که بریم مرد شور این 40 میلیارد رو ببرم داشتم زندگیمونو میکردم بفرمایین بفرمایین کله اوستا کله کله اوستا 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 صبحونه بفرمایین بفرمایین به به آبشم بکشم به 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 چه کله پاچه ای چه خبره بفرمایین بفرمایین اوستا چقدر سر صدا میکنی کله پاچه اه رو ماشین میچسبه آقا کله پاچه خیلی میچسبه نه بله نمیشه بفرمایید ساعت چنده؟ ساعت هنوز 7 نشده حتما رفته صبحی زود هر اما حالا هم دیگه کی بسه؟ به شما ربطه نداره بله نوشه جون نوشه جون به 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 جمعش کن بازین چیکار کنم؟ جمعش کن این رو چشم جمع چیکار کنم؟ بله 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 کفتره کاکل به سر وای فای این خبر از من ببر وای فای کفتره کاکل به سر وای فای بعدی. این خبر از من ببر وای فای بعدیش. بگو پیداش بعدی. بعدی بوی عیدی بوی گل بوی کاغذ رنگی بوی سرخه بعدی. ماهی دودی این هنوز مونده وسط تنگ بوندور بویه بعدی بعدی چشم اونو نمیده بخوری میگه زره نمیگه بخونم برو به پاییزه دلم غم انگیزه اینجا شو جشم فلک نم نم بعدی اینجا شو تحلیلشو برم چشم فلک نم نم عشقاشو میریزه
ای آسمون من هم قصد گله داشتم. بعدی چرا به من نمیدونی؟ بعدیش بخورم من بعدیش دیگه بعدی نه بابا میاد کف کردم داشت این سرشون بخورم بخون اگر میخوای به سازمت بخون چش قاطی هم میکنه خیلی را بد قاطی میکنم یه برنامه زارشه بگیری همین الان؟ نه 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 نوکرتم به یه آهنگ خالی بزنم آهنگ خالی آهنگ میخواین یه بار دیگه تکرار کنیم که یادتون نره؟ بله چی یادم بره؟ نره نره؟ یادت نره یادتون همون... بله همون چیزایی که گفتیم و یادتون نره میگه شما چیزی به من گفتی؟ داد رضا کجا داری میری من بره سوپیه؟ مگه مینا خانم بهتون توضیح ندادن دادا؟ مینا خانم؟ بله نفهمیدم مینا خانم کدومشون بودم یادم همون چه عیال شما؟ بله میگم داد رضا بهتر نبود آقا جونمونم با خودمون میوردیم یه هوایی بخوره هوا تازه کنه ایشون هم میاریمش من یه بار دیگه تکرار میکنم که هممون یادمون بمونه آقای قلمکار شما خودتون ماشین رو دادین به آقا خسرو باشه؟ خسرو؟ بله خسرو چی است دیگه؟ خسرو دیگه همونی که میدیدیشونه مالش مال مال مالش مال تو میشد یه چیزی قبلش میگفتید اینم قبل یادمه خر خواسته که مالش مال آره خر خواسته که مالش فقط همین یادش بوده وقتی به چا شما میشن آواز چی به چاخاری منم هستم همین که میگم من باید زال چش بگیرم باید بترسونمشون اینم خدمتتون عرض کنم به سلام از تحتی خودشون است که نفهمم آباجی نگران نباش کار رو بسپار دستی من تا پریشان نشود کار به سامان نرسد بابا این همه داره که من میشناسم میدونم چه جونه بریه بله که حق داری بابا خب ما نگرانشونیم دوستشون میداریم روباه تحچی هاست که دلت کرباس خیرات میکنه این دوتا شازدم که باورشون شده پس من برم سنده از دکتر خاله بستونم مطمئن باشم که چیزی به نامشون نخورده خیلی خوب بابا جی هوا جلب و ناجوره شما مراقب خودت و مائده باش تا روغن هست چراغ نمیبینه خداحافظ کجای گریه بخندم کجای خنده بگریم که پشت گریه و لبخند